در بیرون همین ساختمانی که دارید میبینید مریم رحمتی همکارم به ما پیوسته. مریم، لحظات حساسی هست، منتظر هستیم که ببینیم چه اتفاقی در دادگاه میفته. دقیقا همینطور فرداد، تا لحظاتی دیگه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در میان پلیس‌های مخفی، ماموران مخفی وارد همین ساختمان پشت سر من خواهد شد و در بدو ورود توسط یکی از ماموران تحقیق دادستانی نیویورک دستگیر خواهد شد و بعد طی مراحل خواهد شد انگشت نگاری و بعد از اون به طبقه 15 همین ساختمان خواهد رفت تا در اولین جلسه دادگاه خودش حضور پیدا بکنه. کیفرخواست دونالد ترامپ به خوانش گرفته خواهد شد و دونالد ترامپ قرار هست که خودش صحبت بکنه در مقابل دادستان و ادعای بیگناهی بکنه و بعد از اون قرار هست که بعد از این که همونطور که تو هم اشاره کردی این جلسه کوتاه برگزار بشه، دوباره با خبرنگاران کوتاه صحبت خواهد کرد. قبلا تیم حقوقی دونالد ترامپ و خودش موافقت نکرده بودند و دادستان هم رأی نداد بر حضور رسانه‌ها، بر اینکه به داخل این جلسه دادگاه برن و گزارش بدن. تیم حقوقی دونالد ترامپ گفته بودند که حضور رسانه‌ها میتونه مختل بکنه جلسه دادگاه رو و همچنین تبدیل بکنه این دادگاه رو به یک سیرک سیاسی. فرداد، همینطور که می‌بینید جمعیت زیادی اینجا جمع شدند، جو بسیار امنیتی است، خبرنگاران زیادی حضور دارند، تعدادی از مردم نیویورک هم اینجا جمع شدند تا این لحظه تاریخی رو شاهد باشند. در سمت چپ من یک پارک کوچک هست که اونجا طرفداران دونالد ترامپ تجمع کردند، تجمعی که مارجوری تایلر گرین نماینده مجلس که جمهوری خواه هم هست، یکی از طرفداران دونالد ترامپ، این تجمع رو هماهنگ کرده و اونجا دارن طرفداران و مخالفان دونالد ترامپ شعارهایی رو سر میدن. شاید تصاویری داشته باشیم که بینندگان بعداً ببینن، قبلا هم دیدیم ساعت هاست که اینجا حضور دارند. ولی فرداد، باید در مورد اینکه امروز چه اتفاقات دیگری در دادگاه میفته حرف بزنیم، در مورد اینکه چه اتفاق مهمی میفته بعد از اینکه کیفرخواست رسانه‌ای بشه و بتونن مردم آمریکا به این کیفرخواست دسترسی داشته باشن. دقیقاً چه اتهاماتی علیه دونالد ترامپ وجود داره بجز اون پولی که به استورمی دانیلز پرداخت شده برای اینکه در ترامپ در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 حرفی نزنه؟ دیگر چه اتهاماتی وجود داره؟ خیلی از وکلای حقوقی و کارشناسان میگن که این پرونده که پول داده به استورمی دانیلز پرونده قوی نیست، ولی گفته شده 30 فقره اتهام دیگه در رابطه با تخلفات مالی دونالد ترامپ وجود داره که اونها هم امروز رسانه‌ای خواهد شد و ما هم اینجا هستیم تا گزارش بدیم. به هر حال ما اینجا خواهیم بود فردا تا در برنامه‌های بعدی هم با تو صحبت بکنیم. ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگار ما از بیرون ساختمان برج ترامپ در نیمه منهتن در نیویورک.